سلام، توی این آموزش قرار یاد بگیریم چجوری برای اندروید خروجی بگیریم. اول از همه برای خروجی گرفتن اندروید باید حالا یونیتی رو نصب کنیم که یه سری ماژول ها رو به همراه خودش داشته باشه. اگر به این قضیه تسلط دارید که هیچی، این ویدیو رو به درد شما نمیخوره. و اگر تسلط ندارید، پیشنهاد میشه و این جز بهترین و راحت ترین کارها هست که یونیتی هاب رو نصب بکنید، اینجا اینستال ادیتور رو بزنید، نسخه ای که گیم کریتور هم روش فعال هست و میتونید کار بکنید 2021 که هست که اینجا ما داریم. من نسخه 2021 رو نصب کردم و زمانی که نصب میکنید یا بعدن، مثلا به عنوان مثال من بعدن خواستم اینا رو نصب بکنم، الان 2021 نصب هست. اینجا توی قسمت اینستالز چرخ‌دنده‌ام وجود داره، اد ماژول رو میزنید و سه تا گزینه هست. این اندروید بیلد ساپورت رو چک میزنید، اوپن ای آی جی دی کی و اندروید استیکار. اینا رو حالا سر جمعش یه حالا شیش هفتگی میشه، اینا رو نصب میکنید. حالا من اینجا قبلا نصبش کردم و اینستال رو میزنید. اگر سرعت اینترنتتون خوب باشه و فیلتر شکنتون خوب باشه، زودی میتونید اینا رو دانلود بکنید. بعد از اینکه کامل دانلود شد، نیازی حالا به انجام کار خاصی نیست. من یک پروژه رو ایجاد میکنم. خب اینجا یک پروژه خام اومده بالا، البته پکیج های گیم کریتور کاملی نصب شده به اضافه ماژول موبایل کامپوننت. به اضافه مثال هاشو من نصب کردم. حالا قبل از اینکه وارد مثال ها بشیم، تنظیمات یونیتی رو بهتون بگم. توی بیلد سیتینگ اینجا اندروید رو باید سویچ بزنیم به پلتفرم اندروید و ثبت میکنید که پردازشش رو انجام بده. خب اینجا پردازش انجام شد. یه سری لیست پروژه ها هست توی سنینگ بیلد، اینا ما بهش نیازی نداریم چون حالا مثال های خود گیم کریتور هست، فعلا لازمش نداریم و از اینجا پاکش میکنیم. این مثال شوتر رو بازش کنیم و پلیس حالا سنهامون اضافهش کنیم. توی یونیتی 2021 خودش حالا پکیج سیمولاتور رو داره که شبیه گوشی همراه هست رو دون استفاده کنه، ولی اگر حالا یونیتی های نسخه دیگه قدیمی تر داریم استفاده میکنین، تو لیست پکیج هاتون اگر سرچ بزنید، تو لیست پکیج هاتون اگر دیوار سیمولاتور رو سرچ بزنید براتون میار و میتونید نصبش کنید. به این حالت میشه، میتونید انواید حالا اپل یا اندروید و دیوایس اختصاصی موبایل خودتون رو بیارید. من اینجا این حالت رو آوردم و تنظیمات خود یونیتی چند تا چیز رو باید بررسی بکنید. از توی قسمت Edit Preferences این بخش External Tools رو باز بکنید. اینجا اگر پکیج ها رو درست نصب کرده باشید، به این ترتیب میاد لیست میکنه: JDK، SDK، NDK، Gradle، همه اینا رو خودش تو اون پکیجی که حالا تو مسیری که بهتون گفتم نصبش میکنه. اگر اینا نصب نشده باشه، کلا پروسه ساخت APK تون به مشکل میخوره، پس این مرحله رو حتما دقت داشته باشید. خب بریم این مثال رو پلی کنیم رو دیوایس اندروید، ببینیم تنظیماتش درست انجام شده یا نه. ببین پلیر ما اینجا نمیتونه حرکت بکنه، ولی شلیک میتونه انجام بده. بریم این مشکلش رو حل کنیم با هم دیگه. توی قسمت پریفرنسز جنرال اینجا فورس دیسپلی رو حتما باید آن بکنیم. تو لیست پریفاب تاچ استیک هم انواع تاچ ها رو داره. من اینجا به تاچ استیک معمولی رو بهش میدم، اینجا این هم میتونید باشه در واقع، و این از پکیج موبایل یو آی کمپوننت در واقع تغذیه میکنه. پس چک فورسینگ ادیتورش رو میزنم و گزینه تاچ استیک مود رو هم این دومی قرار میدم. یک بار دیگه پلی کنیم، پلیر میتونه حرکت کنه و گزینه دوم برای شلیک هست. این شلیکی هم رو اعصاب هست. من بولت رو سرچ میزنم و کامرا شیکش آن
شوتش رو بر میدارم و با هم دیگه ببینیم. یه مثال ساده است دیگه، ما میخوایم اینو خروجی اندروید بگیریم. میریم تو قسمت بیلد سیتینگ، قبل از خروجی گرفتم پلایر سیتینگ رو باز میکنم. اینجا چند تنظیمات خود اندروید هست پیش فرض باید حتما انجامش بدیم. یکی این که کمپانی نیمش رو معمولا من حالا در اسمی که دوست دارید میتونید بزنید، مثلا حاجی پور. اسم بازی هم اسم میذاریم تست. و پکیجی که تو اندروید به شما خروجی میده در واقع این میشه com.hajipur.test. این بخش حالا پکیج نیمی هست که توی اندروید به بازی شما اختصاص میده. تو تنظیماتش کار خاصی نمیخواد انجام بدید، یعنی کالر اسپیسش اینا رو حالا معمولا رو لینیر میذارن برای گوشی های موبایل و رندر مودش هم میذارن روی حالت مالتی ترد که از چند تا حالت از کور کارت گرافیک استفاده بکنن. این کار خاصی شما نمیخواد انجام بدید. مینیمم پکیج تو این سال تو این ورژن فعلا 22 هست و تارگت های شما هم معمولا من میذارم روی سی که اندروید 11 هست، تو بیل گرفتن به مشکل نمیخورید. و اینجا دیگه کار خاصی باهاش نداریم. البته میتونید کار زیاد انجام بدین که بگید که مثلا آیکونش چی باشه. آیکون رو اینجا میان مشخص میکنید، آیکون بازیتون رو نمان مثال اینجا این آیکون رو میان مشخص میکنید و ریزولیشن داره سایز حالا خروجی بازیتون فول اسکرین باشه به صرف ویندو باشه. پیشنهاد میدم اگه بازی هست حتما فول اسکرین باشه. و روتیشنش هم رو حالت اوتو نداریم چون حالا دل بخواهی هست، ولی خب بعضی بازی یا لند اسکیپ هن یا پورتریت هستن که این گزینه رو میتونید فعال بکنید. به عنوان مثال لند اسکیپ رایت چون بازی من حالت افقی هست و میگه که لودینگ میخوای بخوره اولش که با یو آی یونیتی میاد، اسپلاش اسکرین داره، میتونید حالا اگه بخواید ببینید به این حالت میشه. در واقع دو تا مود داره، توی دارک مود لوگوی یونیتی اولش میخوره، مثلا جدیدن نسخه کرک شدن باشه لوگوی یونیتی اولش میخوره و بعدش میتونید لوگو خودتون یا کمپانیتون رو بیارید. به عنوان مثال اگر این لوگو رو من بیارم بالای سرش قرار میگیره. و دیگه تنظیمات حالا زیاد هست، ما کاری باهاش نداریم. در واقع من این گزینا رو برای بیل گرفتن خروجی استفاده ندارم. خب به دکمه بیل رو میزنید، یک مسیر براش انتخاب میکنید به عنوان مثال تست و سیف رو میزنید و ثبت میکنید که حتما باید وی پی ان تون روشن باشه، وی پی ان خوبی رو سعی کنید استفاده بکنید چون یه سری دیسپنسی ها رو باید بره از سایت گوگل و جای دیگه دانلود بکنه و باید معمولا دفعه اول هم خیلی طول میکشه ولی سری یا بعد دیگه سریع این کار انجام میشه. پس ثبت میکنید که دیسپنسی ها رو دانلود کنه و بعدش فایل ای پی کی رو به شما میده. بعد یه تایمی یه فایل ای پی کی رو به شما میده. البته اینجا بستگی به آبجکت هایی از تو بازی ازش استفاده کردیم، برای من خروجی 40 مگ رو داره داده، ولی معمولا یونیتی 2021 حالا تو حالتی که اپتیمایز نشه و مینیفانی نشه 30 مگ هست. حالا با چیزهایی که تو این پروژه بوده به 40 مگ هم رسیده.